این یه مطلبی که ثواب ایجاد میکنه، حالا مورد بحث ما الان ذهن رو میتونید به خود از زهرا ببرید که در درگاه الهی من ثواب برای خودم ایجاد کنم. مسائلی هستش که بین زن و مرد مشترکه، یعنی خدا از مرد میخواد، از زن میخواد. این آقایی که تفسیر قرآن عظیم رو نوشتن، آقای فیض الاسلام، خیلی وقت ظاهرا معروف شده، شنیدم دختری دارن، البته ما با پسرشون خیلی آشنا، عالم اون دختر، و حتی کسی که درست پیش میگفت تلویزیون هم صحبت کرد، بعد جلسه اداره میکنن، خیلی دانشمند. خب باشه، زنه دیگه، خب زنه داره اداره میکنه، داره من زنه رو درس میده، اونم ثواب میبره دیگه. این کارهایی که میشه کرد و ثواب برد به اینا. اسلام داشت ایجاد میشد در زمان پیغمبر، یعنی هی آیه میامد، سوره میامد، خود پیغمبر که بود. خب باید اینا تبلیغات توی مردم بره. زنها معمولا به زنها توجه دارن، از دیگه الان هم هست. ما رفته بودیم سال 56 عراق، شب رفتیم خونه ما زیارت و اینا، با اون استادمون رفته بودیم، اون ایشون خانومش هم آورده بود، این زنها با هم میرفتن، اونا میرفتن زیارت، چون بلد بود اون خانوم، 26 سال تو عراق بوده همون خانوم آقای، اونا میرفتن. ما گفتیم خب زن ما با هم میرن لابدیم. گفتن که امروز با خانم دباغ رفتیم دیدن خانم آقای خمینی. خانم دباغ معروف بود، اخیرا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، اونجا بوده تازه بس که پیداش کرده، حالا کجا. بعد اون با هم آشنا بوده اون خانم، البته خود خانم آقای ما با خانم آقای خمینی آشنا بوده، چون اینا نجف طولانی بودن، در این حال خودشون هم بوده. خب رفتن خانم ایشون دیدن، من معمولا زنا میرن، فرض زنا دیگه این چیز طبیعیه. اون وقت تو بخش زنها به قول امروزی ها میگن سرباز گمنام، نه بخواد حالا تابلو بزنی و اطلاعی بدی و فلان، نه کارتو بکن. همینطور که قرآن میامد، دستورات میامد، همینطور هم حضرت زهرا تو زنها تبلیغات میگن. فلش هست امروزی آیه اومده گوش میکردن، توجیه میکرد، عمل میکرد، خب اثر میذاشت خیلی. زنها وقتی میان، پلو زنها، حالا اگه زنهای کاملی نباشن، حالا پدرش که رئیسه یا هرچی، هر تو تشریفات مدل لباس و نمیدونم طرز مو و نمیدونم چیزای دنیایی، نه نبود، باید دین رو مطرح کنن، چون اینا رو مردم شد که مثلا این آیات که امروز اومده یا وضو اینطور، وقت زن هم سوال داشتن میکردن، اون میدونن ایشون بلده سوال میکردن. این حضرت معصومه که قم تشریف دارن، ایشون از علمای بزرگ شیعه بود، 27 سالش بود آمد اینجا در قم دفن شد. اون وقتی که ایشون وارد قم شد تا اون روزی که رفت لای خاک 17 روز شد، دعوا شده بود، مسموم شده بود، و اومدن اینجا و از دنیا رفت. عمراش همش قبل و مدینه و اینا گذشته. دخترهای ما مثلا جعفرش کدوم شوهر نکردن به مسائلی که بوده، که ایشون از همان بزرگتر بود. یه عده شیعیان رفتن تو مدینه از امام هشتم سوال بکنن، آقا منزل تشریف نداشتن، سوال رو همه از ایشون کردن. حالا چه سوال هایی بوده خودم، تو کوچه که داشتم میرفتم رسیدم به امام هشتم، سلام و چه و اینا، گفتن آقا سوالامون رو از خواهرتون کردیم. نه آقا پرسیدن که چی سوال کردین، نه پرسیدن ایشون چی جواب داد، همه رو قبول کرد در بس. امام معصوم این زودی زیر بارش بود، اینقدر دانشمند. سوال که معلوم نیست چی میخواد بکنه، که هایی که از شمالی که از جنوبی که از حجی که از وضوع تمام فقه، سوال که خیلی همچین دانشمند عظیمی. همچین یک کتابی هست، زحمت چی کشیدن نوشتن، بخونید، خیلی مفیده، خیلی. من با اینکه شاید چند بار خوندم، بازم بنا گذاشتم دوباره بخونم، یعنی اطلاعات خیلی توش گیر آدم میاد. شرحش هم نوشته، اول کتاب نوشته مباحثات و حسنیه. این آقای که اینو نوشته گفته این نسخش از کجا گیره و نامد چی چی، حالا اولش میخونیم، بله آخرش چاپ میشه، بله مباحثات. یک آقای کنیز رو پرسته بود خونه امام شیشون درس بخونه، اسم این کنیز حسنیه بوده،
اینا مدت ها درس میخوند و اونجا میرفتیم. چه شده آقا امام ششم که دنیا رفته و امام هفتم هم شاید رفته و یه کنیز اون صاحب این کنیز خیلی فقیر شده اونجا نوشته. با اینکه شدیدن علاقه به این کنیز داشت دیگه تصمیم گرفت که بفروشدش، در آمدیست دیگه بفروشه و پولشو بخور. شما آخر که داری اگوشنگی میبیری خب خونت هم میرفروشی، خب بالاخره باید یه چیزی دیگه. کنیزه گفتش که منو نرفوش، ولی برو با هارون رشید بگو که من کنیزی دارم که حاضر با علمای بزرگ شما بحث کنه و مذهب شیعه جعفری اثناعشری رو که خود هارون هم شدیدن باش مخالف بود و امام حسین جعفر رو به همه قادر کشت. سنه بودن اینا، امام و علی اینا قبول نداشتن، اما ابو بکر و عمر اثبات کنم. خب این خیلی چیز بزرگی نشون میداد که با علما، مثل که بگن یه خانومی میخواد بیاد مراجع قوم رو جمع کنه اثبات کنه که شما همه بومراهید و مثلا سنیگری درسته. خب چیز مهمه خیلی، حالا اثبات کنه نکنه بحث بعدی، زمان خواه ادعای کرده. این رفته اونجا و اول بیترسیده، گفته خب میکشند داخل اونجوری، گفته نه حالا برم نوشته همه رو اونجا. اون وزیر خیلی تحت تاثیر واقع شد که کنیز مثلا اطلاعات داشته باشه بتونه علمای بزرگ اون زمانو چه کنه. چطور شده و چیه حالا بسایلی؟ اون وقت هارون که بهش گفتن اول خیلی عصبانی شده، اصلا قصد کشتنشو کرد. بعد اون وزیر سفارش کرد که این خیلی باسواده، بذاریم چی میخواد بگن این زن، این چجوری میخواد بگه، آخوندامونم به خود حرف بزنن بد نیست. بهش گفت اگر پیروز نشی من میکشم. بهت گفت باش، اگر من پیروز نشدم بکشم. به این خاطر هارونم بگوش کرد. جلسه تشکیل دادن، علما اومدن، عالم بزرگ اون زمان شروع کرده به بحث کردن. حالا همچون ورق بزنید مثلا 30 ورق، خیلی اون که عالمه نمیپرسه وضو چجور میگیرن یا وضو التماس، این رو سوال های عمیق اعتقادی شروع کرده. این هم به جواب دادم، چه جوابایی؟ شما اینه که میخونید خط دومش رو نمیفهمید. من که جرأت میکنم بگم چون میدونم چه خبر، خوش سواد شما رو میدونم. عجله نکنید، روزنامه نیستش، دارن گردن کلفتای علما با هم بحث میکنن، یکیش زنه یکیش همه اونا، اینا اصطلاحی صحبت میکنن، حوصله کنید. جرم نمیدونید بپرسید، بدم من بپرسید سوال چیه، جواب چیه، یاد بگیریم اینا رو. تمام محکوم کرده و اثبات حقانیت شیعه دوازده ما میکرد. اونا هم هرچی بلد بودن گفتن. حالا ببین اونا چی گفتن، این چی جواب داده، ببین چه اطلاعات وسیع، چه بلدی های عجیب غریبی، همم از قرآن، چون غیر قرآن قبول نمیکرد. خب بخونیم همچین چیزی جلو چشم شما بگه شیعه دوازده ما نیست. خب نمیخوای ببین حقانیت مذهبت به کجا بنده. کار خدا این ضبط شده، این مجلس نسخه به نسخه رفته تا کجا که در حدود 300 سال پیش، یعنی 1000 سال از قضیه گذشته بوده، نسخه شو نوشته کجا پیدا کردم، التماس رو نویسی کرده آورده اینجا و چه و چه اومده تو کتابا. حالا خدا حفظ کرده اینو دیگه، این بحث اینجوری حفظ شده. ببینید این مسائل اینجوری که آدم اطلاع، وقتی میگن فاطمه معصومه آمدن سوال کردن آقا جواب اصلا نپرسی چی، اینقدر علم و کمال اینجوری مقام پیدا میکنن، کار میکردن. صرف اینکه دوتا نماز مستحب بخونیم و خود تسبیح بگردونیم ثواب داره، برای خود اون مقام های چیزی دیگه اینم بلد، منم بلد. کار دارن میکنن، دارن خدمت میکنن به دین خدا، به مردم. این عظمت حضرت زهرا مال این قسمته. حضرت زهرا دختر خدیجه هستش. ایشون مادرش داشت از دنیا میره، 5 سالش بودش. ایشون مولود اسلامه، یعنی پیغمبر از غار حرا آمد پایین، اسمش از اینجا به بعد اسلامه، زمان اسلام. ایشون در زمانی که اسلام بوده به دنیا آمده، چون در سال دهم بعثت ایشون 5 ساله بوده، یعنی 5 سال هم از اول اسلام گذشته بوده، ننه شامل شده بهش، تو مصحالت اسلام به دنیا آمده. پرم 5 سال است. منطقه اینا که معصوم هستن، قرآن خبر داده که
انبتناه و نباتن حسن. حالا دلتون میخواد این کلمه رو تو قرآن ببینید که کجای قرآن نوشته، راجب مریم هستش. مریم که زن انتخاب شده بود در دین موسی و عیسی، قبل از اینکه عیسی بیاد دین موسی بوده، مریم قبلش یهودی بود، منطقه یهودی اهل بهشت، بعد که پسرش پیغمبر شد خوب شد مسیح. چنده؟ 37 آل عمران. توی صفحه 37 آل عمران آیه 37 باش نوشته که مریم الان به دنیا آمده بود، مادرش چه کرد و خدا میفرماد که اون آیه که توشه، چهار خط با آخر صفحه مونده، این چهار خطه یه آیه است. فتقبلها، پس قبول کرد مریم را ربها به قبول حسن، قبول خوبی که این خانوم باشه، از مروجین دین من باشه. و انبتها نباتن حسنا، زیرش نوشته و به طرز شایسته تو پرانتز نهال وجود او را رویانید و پرورش داد. نبات حسن یعنی رویش خوب. تمام معصومین همطور بودن، چه زن چه مرد، کودکی زود رشد میکردن ولی با میستاده ها. مثلا ایشون اما از زهرا 5 ساله مثل یه دکتر 14 سال قوی، ولی با میستاده نگه هی بره 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 مثلا فرد 12 سال بعد یه با میستاده خود همه هیکل بودش. ماها تا حدود چقدر رشد میکنیم. اصلا یکی از شناختن معصومین همین رشدشون تو کودکی بوده، همشون همینطور بودن. در کودکی نوشته تو تاریخ ها هر یه روزی به قدر یه هفته، هفتهی به قدر یه ماه، یه ماهی به قدر یه ساعت، خیلی زود رشد میکرد. ایشون که الان پدر از دنیا رفته، زن کامل از هیکل و فهم و درد بود. خدیجه خیلی کمک بود برای پیغمبر و خیلی تبلیغ بود برای دین خدا که یه خانومی، ثروتمندترین زن مکه، حالا خدا چجوری ثروت جمع شده بود پالو ایشون اینا، که در حجاز کسی اینقدر ثروت نداشت که خدیجه داشت، از ایمان به تورات، چون یه عالم یهودی به ایشون گفت کوچه پیغمبر بگفت، گفت این پیغمبر آخر زمان رو به اون دست داره. گفت خدیجه تو تورات نوشته زنی از فامیلاش زنش میشه، در بهشت هم باهاش هست و امامان این امت تا قیامت از اولادای اون زن. بعد گفت خدیجه تو که شوهر نداری، قوم قشش هستی، خود تو برو زنش بشو. با اینکه 40 سالش بود و الان جوان 25 ساله میخواد بره، سخته دیگه. اون وقت فامیلاش هم نمیذاشتن برن، بعد مال دنیایی نداشت، اومده بود از پول بگیره بره کاسبی سن راستش در بیاره زنی بگیره. ببین به چه زحمتی، به ایمانی که به تورات آورد آمده زن ایشون شد، تمام مالش هم داده، با همه وجود پای ایشون واسده. این خیلی جنبه تبلیغی زیادی داشت تو مردم، خیلی پورا همه اومد پای پیغمبر. ایشون شب هجله، حالا مفصل قدم به قدم داستانش مفصل، شب هجله که هم میخواستم داماد بره هجله، پیام دادش که به دو شرط زن شما در اختیار شماست تشریف بیارید. اولا هرچی من دارم حتی لباسای تنم مال شما باشه قبول کنید. دوم من کنیز شما باشم. ببین به تورات ایمان آورده، قلی که قرآن نازل نشده، خب چرا به قرآن ایمان نمیاره؟ میگین قرآن کتاب آسمانی نیست. خب این ایمانه دیگه، آدم بیاد همه اینجور فداکاری میکنه به حرف خدا. شهدا که میرن تیکه تیکه میشن به چند تا آیه قرآن که شهید زنده است و چی ایمان آوردن، خب با قبول میکنم میرم بشن. ببینید چه ایمانی بوده. من خیلی تبلیغ شدیدی بود. یه دانشمند خارجی روانشناسی مثل که قبلا مسیحی بوده، تاریخ بررسی داشته، مسلمان شدش، با سوال جواب کردن که تو با دانش و دانشمندی و این همه علم و چه و فلان و چون مسلمان شدی؟ گفته بود علت ایمان من خدیجه شدش. من تاریخ خوندم، یک زن کامل، ثروتمند، مدیر، مدبر، قافله اداره میکنه میکرده، بیا من چند میلیارد پول به شما بدم برو تو همین بازار مسلمانای تهران ببینم میتونی سودش پیشکش میتونی پولت نگه داری، حالا سود ببری مال بعد.
عربا اصلا شغلشون دزدی بود، شغلشون آدم کشی بود، شغلشون غارت بود. پول دست اینا آدم بده، هم پولو بگیره هم سودو بگیره، کار رستم ظالم نبوده. شما نمیدید گرفتار آدم بشه چه خبره. یه بند خدا میگفتش که طرف تا پولو بهش ندادی مثل امام زین الله بدیم، پولو که گرفت میشه مثلش یه مبل زلوشن. پول دست اونه دیگه. حالا ببین اینجوری خیلی مدیریت و مدبریت میخواد، یک مدیریت عجیبی میخواد. شما که دست کم نگیرین اون قافله ها رو اداره میکرده، حتی نه که شخصی 200 تا کارمند داشته، 400 تا عوامل داشته، چقدر شطور داشته، چندین هزار شطور نوشتم تو تاریخ. خب چه خبر بود؟ گفته یه همچی زن پخته فهمیده ای با همه وجود خودش رو تسلیم ایشون کرده و اول باری که از غار حرا اومده گفته من پیغمبر شدم، همین پشت در ایمان آورده. این کارش درست بوده. گفته زن همه چیز مرد رو میدونه، نیست شب و پلو هم میخوابن همچون روز و اینا، هم دیگه میدونه این زن پدر صحب مرده، دروغ میگه راست میگه تنبله، همه رو میدونه دیگه زن اصرار مرد میدونه. گفته این هیچ نکته منفی نداشته، اگه همچی زن فهمیده اینه میبود اینجور فدا برم. من قبول کردم، قبول کردم پیغمبر. حالا یه دانشمند دیگری اسلام آورده بود، اینا شده ها نه تا چیز جوشه. گفتم چطور اسلام آوردی؟ گفت من علی باعثش شد. وقتی مطالعه کردم دم یک همچی پخته دانشمند شجاع فهمیده، خب ورده شما چند تا خطبای نجم البلاغه بخونم چه خبره. دیدم این آدم دربس مرید این شخص بوده، مرید پیغمبر دربس. فهمیدم اون خیلی آدم درستی بودی که این دربس مریدش. ما یه دفعه مرید پیدا کردیم، یه آقایی بودش از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، خیلی سالم، حالا بنده خدا را خیلی مثلا من قبول داشت، جلسه داشتیم رفته باشون، ولی این خیلی توی کار و کاسب یل بودش. شما که نمیدونید که زمان شاه با شاه شریک شد، آهن وارد ایران کرد، اینقدر بعضی مالی بالا بود. حالا واکاسه بود چه چه این یا چند تا طور که دفعه من خونه من رجعشون بودرده، گفتن آه فلانه خیلی سال پیش این باشون کار رو اینا کار کاسه بیداشته. عجیب ما شهر بسته اوه ببین کیه که این که این به قدر قالتاق بود همین دوست ما که سر همه کلا میذاشت، میتونه نه اینکه میذاشت بلد بود، آقا آدم که میتونه کاسه میکنه که میدونست هم فهم و درکشه نمید، 30 سال تو این بازار صبح تشب با همه دوزا سر. گفت کی که این قد قبولش داره، این که از همه خط تمومه، نمیشه کلا سرش بره با دو تا کلمه و اینا، این آدم کلا سر این نمید. اومدم من تماشا کنم دو رفتم، گفته بود علی به این ایمان آورده، من قبول کردم این درست بوده کارش که جونش هم فدا میکرده، این اگه نه اوی همچه علی نمیره به این ایمان بیاره. اینا یه مسائلی است که بعدها تو تاریخ برای اونا که تتبع میکنن، فکر میکنن، دنبال میکنن دلیل میشه. امیرالمومنین میخواست بره جنگ کنه دنگ صفین، لشکری که آماده شد حرکت بکنه، من تو ذهنمه که 12,000 بودن، حالا کم زیادش آماده شدن که را بیفته. لشکر میخواست از کوفه را بیفته. آقا اون وقت کوفه بودن، بعد جنگ جمل رفتن کوفه، اون صفین وقت بعدن شد. قاعده این بوده که سوار میشن همه، اون امام هم سوار میشه، بعد یهو دستور حرکت میدن را میفتن. همه سوار شدن، حالا اینا که سوار میشن برای جنگ هایی زره پوشیده چه فلان وسایل دارن، سوار که میشن دیگه برای را برن، چون اسب بیتابی میکنه همجوری واسطی و سوارش باشه. فقط آقا اجازه بدن حرکت کن. هر سری سوار شده بود، همه هم سوار بودن، سرش پایین بود، هیچی نمیگو، نمیگو برید، نمیگو نری. بعض وقتا اون جاده رو نگاه میشن. در این حال که اینا شدیدن خوش اخلاق بودن، به قدری هم با ابهت بودن که کسی جرأت نمیگه بگه شما چرا نمیری، ابهت اجازه نمیده. حتی امام حسن هم جرأت نمیگه، امام حسن هم جرأت نمیگه، عبدالله عباس هم جرأت نمیگه، خیلی ابهت هست. اینا بودن در اینا میخواستن برن، طول کشید خیلی، طول خیلی ها اصلا اسب 10 دقیقه اونجوری بمونه سوارش سوارشه عجیب بیتابی میکنه اسب اونجوری، بعد را بیفته خوب برن اولا هم همطوره سوار بشه را نیفتی هیچ چیز مقصد. یه وقت حالا مثلا بعد از 3 ربع ساعت یک کسی از دور یه چیزی داره میاد اون جاده که آقاگاهی نگاه میکرد، حالا چون آقا اونجا نگاه میکردن و بقیه هم اون بر نگاه میکردن،
کسی اومد و سوار شطوری مثل که بود، لشکر تا اونجاها بود تو بیابون، مثل که با چند تا حرف زد حس کردن که لشکر آدرس علی رو دادن، یعنی که این وره، چون اومد پلو هستلی. مثل که پرسیده بود آقا کشت، آقا وقتی آمد پیاده شدن، اویس قرن بودش، اویس قرن بودش. خب دیگه حالا سلام علیکم، من آمدم خدمتون باشم و در خدمتون اینا. خب لشکر همجوری بدبشون نیست، بعد جزی گردانی کسی چیزی سیستم داره، آقا جزی عده قرار شدن اونجا باش اونجا باش مثلا شو. خب من رفتم ملحق شد و تا سوار شد آقا دستور حرکت دادم. چرا آقا این همه مردم رو معطل کردن برای یه نفر؟ خب اویس قرن کسیه برای خودش. این اویس همه چقدر شما بلدید از اویس قرن؟ قرن یمنی بودش. این ایمان آورد به پیغمبر. چه تعجب آمیزی در ایمان و اعتقاد و عبادت و بندگی. و دو بار سه بار اومد پیغمبر رو تو مدینه ببینه، نشد، چون چوپونه میکرد تو قرن محل یمن. مادرش گفته بود مثلا یه روز بیشتر نمون، یه روز هم که تموم شد برگشت. این دو سه بار پیغمبر نبود تو مدینه، جنگ هم معلومش که برگرده. حالا کجا رفع آمد و پیغمبر کجاست؟ گفتن نیست. مون تا فرداش که دیگه وقت داشت، بعد نمیاد و فیض کرد پیغمبر نمیادش. گفتش که منزل آقا کجاست؟ گفتم اینجاست منزلش. و اصلا کجوری میره مسجد؟ گفتن از این راه میره مسجد. میقلتید رو خاکا، میگفت اینجا پیغمبر راه رفته. هی دست در رو ماش میکرد، میگفت این دسته رو بالاخره کشیده جاهایی که پیغمبر هم همچنان میقلت. مردم تماشا میکردن که این داره میقلته و ماچ میکن. بعدم وقتش که تموم شد پرید و شطور رو گفت من رفتم، خدا حافظ ما ندید سلام برسه. این آدم تو اینقدر علاقه داری؟ خب واسه گفت نه مادرم گفته یه روز بیشتر نه. یه دفعه دیگه هم اومد همونطور شد، مثل که دو بار یا سه بار اومد نشد. پیغمبر بار اول که آمد قبل از اینکه سوال کنه فرمود کسی اینجا آمده؟ یا حالا یه جوانه اومد و مالی همان بود و اینجور بود و اینجور بود. فرمود اینه اشم مرائحة الرحمن من طرف الیمن، من از سمت یمن بوی خدا استشمام بکن. این انقدر تقرب الهی داشت و عبادت و بندگی و اینها که صدای ازون مدینه رو میشنیده، به نماز میستاده، چه از همونجا اقتدا میکرده. روزه چطور؟ نماز چطور؟ سالم بوده همه چی، همه چیش. مردم یمن شدیدن بهش اعتقاد داشتن، بعدم تو خوبی بود دیگه نماز و روزه و عبادت و اینا. این بلا بودش. پیغمبر که از دنیا رفت، خب این شیعه شد، خب شیعه علی رو میدونیم، حضایا خبراش میرفت، یمنی هم خیلی دوستش داشتن شدید و حمایت میکرد. یه وقت عمر اومده بود مکه، جنگ جمع سفین از دلی مال بعد عثمان اومده دیگه، عمر که قبلنه. اویس رو دیدش، خیلی مردم احترامش میکردن شدید. بینم به اویس گفتش که اویس منو دعا کن تو نمازت. گفتش که من تو نمازام مؤمنین و مؤمنات رو دعا میکنم، اگه تو جزء اونا باشی خب دعا میشی، اگه نه من نمازم رو خراب نمیکنم. خیلی بهش برخورد، یعنی به کنایه حالی که مردی که تو کافر هستی چی کنم. حالا نمیتونست چیزی بکنه، فهمیدن همه، چون درگیری میکرد 20,000 شمشیر در میبرد، خیلی یمنی ها غلاب یا کشت کشت داره عجیب. اصلا شاید اینقدر لشکر عمر اونجا نداشت و چیز رفت که یه جوری خونساش کنه این حرف اینو. گفت سعادت نداشتی پیغمبر رو ببینی؟ گفت تو سعادت داشتی؟ گفت بله، من پلوش بودم چینا. گفت دهن تو واقع ببینم. این تعجبه که به دهنش چیکار داری؟ گفت خودش دهنشو باز کرد، گفت تو جنگ احد اون سنگی که اومد خورد به دندون پیغمبر که شکست، ببین دندون منم تو یمن شکست. تو کجا بودی که جلو پیغمبر واسی سنگه به تو بخوره به اون نخوره؟
آخه این در رفتن همه نبودن. نه بعد جوری شد اینم اون برد دید نه این نمیشه چیزش کردن بل کر رفتی اونجوری نمیم یه کسی بودش. حالا چه شد؟ چه حالا تو ببینیم تا زمان حرف داریم. چرا آقای همه با مثل اویس الان قبرش رو صفینه همونجا که دعوا بوده شهید شد و از دنیا رفت. یه وقتی حرف داری فرمود کی میاد قرآن رو ببره به معاویه عرضه کنه که علی میگه که قرآن رو باز میکنیم هرچی میگه عمل کنیم دعوا نکنیم که اویس گرفت. پیشنهاد کرد گوش نکردم تیر زدن به قرآن. به دست راستش گرفت دعوا شد دست رو قطع کردن دست چپ رو قطع کردن خیلی شهید شد خلاص. قبرش هم همونجا هستش. اویس اونجور شناخته شده پا میشه میاد در رکاب علی جان میده این برای اثبات حقانیت علیه. میدونه علی چرا 12,000 نگه میداره رو پا که این بیادش؟ چون این شخصیتش رو نمیتونن خراب کنن. تاریخ نتونستن دشمن ها خلصی بشن بدونن این علی رو قبول داشت. حتی عمر و مسلمان هم حساب نکرد. خب تاریخ ها ضبط کرده اینا رو. ببین یه مطالبی است اینا یه حساب هست. این اشخاصی که با امام حسین جمع شدن کربلا هر کدوم شهره بزرگی بودن تو محلشون. خیلی چهره بودن و اونا بعدن دشمن هم بیکار نشسته هی تبلیغات سو میکنه و فلان و اینا بر پول رفته بودند و دروغ میگفتند و فلان اینا نشد. چون اینا چهره ها به قدری برجسته بود که باور نمیکردن که مثلا هی ببینه مظاهر بر پول رفته باشه یا فلان. اینجوری اون انقلاب اون وقت پیروز شد هرچی اونا میگفتن و نه اینا اون چهره های عظیمی که اونجا بودن و خود امام حسین سر جاشون ها چهره ببینید همچین مسائلی در کار بودیم. حالا برگردیم. خدیجه چهره بالایی بود تو مردم، خیلی برای اسلام تبلیغ بودش. حالا خودش هم مسلمان چه اونو بمون. حالا فاطمه اومد جاش. چرا پیغمبر میفرماد فاطمه ام ابیها مادر پدرشه؟ خب شما همه میدونید که فاطمه حامله نشده به پیغمبر، پیغمبر بزا پس مادر اونجوری نیست. پس چیه؟ چرا میگه مادر پدرشه؟ یعنی دین منو عین خود من زایده. من اصلش دینمه که آوردم در بخش زنا اینقدر کار میکرد. از حالا به بعد زنای پیغمبر دیگه حالا اونچنان خوب بود توشون ولی اونچنان مالی نبودم. این پیغمبر همین عبادت هایی که شبا میکرد هر شب عبادت میکرد قرآن رو اینن اگر دوربینی میرفت فاطمه هم داشت همون ساعت تو خونهش همون جور عبادت میکرد. اگه پیغمبر ساقای پاش ورم کرد ساق پاییشون هم ورم. پیغمبر روزه بود ایشون هم روزه بودش و نه تو خونه باشه تو زنا می اومدن می رفتن همش دین تبلیغ گفتن. آیه چادر اومد اولین بار چادر سرش کرد که ببینن چادر اینه. نماز بره نماز می خوندن نماز آچه سوال هم ازشون می کرد. شده زن علی ابن ابی طالب یعنی اولین سرباز پیغمبر، سربازی که دائما دم شمشیر و تیره. نه ببین شوهرش میره جنگ میاد بیتابی نمیکنه. آی چه خونهشون میدیدن این زندگی مدینه خیلی وزن مالی چی بود. خودی میدیدن بابا اینا هم همچنان چه خبری میدید اونجور نماز و دین و صبر و حوصله و کار و چه اوتوماتیک تبلیغات بود همش یاد میگرفتن همه چی. خب پیغمبر هم حقیشون رو ادا میکرد. عجیب غریب به فاطمه احترام میکرد. نه اینکه دخترم این پیغمبر چند تا دخترم داشت. از ما میفهمیدن مال عبادت و بندگیشه بله. اون وقتا رسم نبوده جلوی پای کسی پاشند. مثلا الان اگه اون زمان بود آقای خامنه هم میامد تو رسم نبوده پاشیم. سلام میکردن ولی پاشدن رسم حالا رسم شده. حالا عادت دیگه این عادت های اجتماعی است. نتیجه پیغمبرم بالا جلو پای شکست پا نمیشود یعنی چون عادت نبود. ولی هر بار فاطمه وارد شده به تمام قامت جلو پاش باشد هر بار جو راش قام الیه هنن الیه می میرم به سوی نه لحمسان حتی سوی از زهره میرفتم پیغمبر نه گاهی هم میامدش گاهی پیش آمده این میشد که ایشون میامدم. یه دفعه گریه میکردم شدید از معراج برگشته بودن نتونستن ساکت کنن رفتن فاطمه رو صدا زدن پشت بیاد شما رو میبینه یه آرامشی بگیره میخواد چرا چی گریه میکنه. اون وقت اوشون اومدن و سوال کردن گفتن عذاب زنها رو دیدم و چه گاهی همشون میومد گاهی بله. ببینید یه همچین بساطی
و دست فاطمه رو میبوسید. عقبی هستش آمده بود نشونه من دو گفت عراقی ها رفتن، امریکایی ها رفتن، مدت عراق بودن بعد صدام که صدام تو فاصله گرفتن کشتن، گفت رفتن اینو گرفتنش تو عراق، خیلی آدم خوش چهره ای بود. گفتن تو یا امام زمانی یا میدونی کجاست؟ گفت بیچاره چند روزم عذیتش کنه. گفتم ما نمیدونیم کجاست، من نیستم، نمیدونیم ما. آی خمینی هم گفت ما هم بلد نیستیم قبلش کجاست، نه خیلی ما بلدیم مقبول میکنیم، ما بلد نیستیم. بعد بلش کردم آمده گفت این گراه گرفت دنبالم این کیه، این چون حرف رو در راست در میاد یا نیاد بعد جهان رو به هم برسید. اگه بتونن از پدرانش این تیکه برداری کنن، این آزمایشه که میکنن، ممکنه بتونن پیداش کنن. وقتی رختن سامر را گرفتن، محاصره بود و گرفتن و چون بعد از تخریب و اینا چند روز دست کفار بود، دست همین اسرائیل ها اون را که گرفته بود، رفتن قبر امام حسن عسکری رو شکافتن که از این استخون مستخون چیزی مونده نشونه بردارن بتونن پسرش رو پیدا کنن با این کارهای علمی. نه یه خود قبر رفتن پایین، اون پزشکی که رفت که حالا یه چیز مناسبی برداره دیوانه شدش. خب دیوانه دیگه فهمه این بیوانش به هم ریخت قبل از این کسان برسن به استخون چیزی پر روی کردن. یه دکتر دیگه رفت، اونم دیوانه شد. باز یه دکتر دیگه رفت، سه تا دیگه ترسیدن و این سه تا اگه زنده باشن الان دیوانه هم دیوانه موندن رفت. آقا نمیشه اینجا بشه، بریم کارم بکنم، هر کی بره دیوانه بشن، خدا داره دفاع میکنه. حالا چیزی گیرشون میمد نیمد بحث بعدیست، خدا داخلی کاره توی خبرها بعد لو میره چی میشه گاهی میگن اینا. ببینید بساط ها هستش، چرا؟ برای اینکه دیدن درسته این حرف، حرف دروغ اینقدر راست در نمیاده. هزار تا علامت راجبه هرچی گرشن هم شده، همه علامت در تاریخ هم شده، اینجور نمیتونه کسی غیب گویی کنه که بشه. ببینید همچین بساطی داره میگذره، میگن امام زمان پرونده داره تو دستگاه اطلاعات آمریکا، فقط عکس نداره و همه رو جمع آوری کرد، عکسش نیست که بزن. برگردیم ببینید همچین بساطی تبلیغات با بندگی کردن ها به نرخ این که خودشون اونطور نابود کردن که حقایق بمونه، این مقام ها مال اینا هست. اینه متوجه باشیم. پیغمبر آمد در خانه از زهرا، دید که خب کار خیلی اون وقت بود و کار همه بدنی بود و بعضی هم نبود، دید از زهرا اینقدر شخصی دستاز کرده، اونم لباس شسته، اونم بچه جور کرده و خودشو بعد نو میپختند و چه و چه که دست زخم اونم چه چی و فلان و عرق و قصده و فلان. فرمود دخترم بچش تلخی های دنیا رو برای شیرینی آخرت، والله من که پدرتم سر سوزنی قیامت به دردتو نمیخوام. با فامیلی کسی من قیامت و فامیل کسی کار نداره، احمد میخوام. اصلا این کتاب وحی آسمان نمیپرسن، میگه که اصلا پدر نمیپرسن که، اصلا کار ندارم تو قیامت و پسر کی هست، عملتو میخوام. شما تو خیابون ماشین بهت میزنه، آقا تو پسر کی هستی؟ خب پسر ماشین زده. قیامت اصلا با پدر کار ندارن، میگه پدری نیست عمل بخواد. گفت من به کار تو نمیخوام، عمل جمع کن ببر. خب این دارم میگم بندگی بکن، اون عمل تو میخوام. امشب بس بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. توجه بفرمایید امروز این مادر آقای علی معتمن به خاک سپرده شده برای شادی روحش. رحم الله من یقرا الفاتحه را مثلا